به نام خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز و برنامه گفتگو خوش آمدید. از مدت بدین سوجت کسب مقام و منزلت در آینده افغانستان در میدان دیپلماسی بین نیروهای متخاصم فعالیت های گسترده در کشور اتخاذ کردیده که میتوان از حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار نام برد. اینکه حزب اسلامی در پروسه مذاکره و تفاهم افغانستان چه نقش را دارد، من مصطفی فیضی‌ام را با مهمانان گرامی خود هر یک فیض الله ماتاش نویسنده و ژورنالیست و انجینر احمد شاه زدران رئیس حزب انصاف و بس میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما، برنامه ما خوش آمدید. سلام به شما و سلام به مخاطبان. لطفتان است. آقای معتاد، میخوایم با شما آغاز کنیم. حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در ثبات و بی‌ثباتی کشور ما کدام نقش را دارد؟ حزب اسلامی با توجه به بک‌گراند و سابقه که در مناسبات نظامی سیاسی افغانستان داشته، حقیقا در جریان دو دهه دو نیم دهه آخر به حیث یک بازیگر بسیار زیاد بزرگ در روابط افغانستان بسیار زیاد نقش قابل توجه را داشته و در یک برهه خاص تاریخ توانسته که حمایت یک تیف بزرگ مردم در عقب خود داشته باشه. و اگر ما از تاریخ وام بگیریم و بازگردیم به جنگ های سال 1073 و 71 و 72 و 74، در اون زمان حزب اسلامی با توجه به قوت و پتانسیل نظامی که داشت در جهت تمدید جنگ ها با دیگر جنگ ها بسیار زیاد نقش مهم متبارز داشت. ادامه جنگ ها بسیار با صراحت نشان میداد که واقعا حزب اسلامی با اضافه از یک سازمان سیاسی هسته، ضمناً در درون از یک پتانسیل بسیار زیاد مهم نظامی بهره‌مند هسته و در جهت تغییر روند قضایی بسیار زیاد نقش مثبت داره. اما اینکه طالبان در افغانستان ابتکاری عمل به دست گرفتن برای برنامه سیاست هایی که در طرف کشورهای منطقه و دنیا اتخاذ شده، حزب اسلامی از صحنه یک مدت رفت طرف انزیا و تقریبا نقش کم رنگ شد. ولی حقیقت است که در بخش از نقاط افغانستان حزب اسلامی هواهای خود داره و توانسته که در یک برهه خاص از تاریخ چون نقش قابل توجه را در جهت سمتی قضایا داشته باشه. و اکنون شما نقشش در ثبات و بی‌ثباتی کشور، ما فکر میکنم از نگاه نظامی من حیث یک پدیده فعال، من حیث یک جریانی که بتونه بسیار زیاد باعث ایجاد مانع بزرگ در راستای کار دولت قوات های ناتو باشه، تا به هنوز حزب اسلامی امکانات را به دست نیاورده. ولی شکی نیست که با راه اندازی برخی اقدامات خرد و کوچک در برخی مناطق افغانستان توانسته که با نحو از آنها بر حضور نظامی خود ادامه بده. بله آقای مهران، چه فکر میکنید نسبت به گذشته ها حزب اسلامی تا چه اندازه محبوبیت خود را در وطن در افغانستان از دست داده؟ ولی از نگاه سیاسی یک گپ میخواستم به ارتباطی که پیشتر اضافه کنم که حزب اسلامی از نگاه سیاسی تو مناطق در افغانستان از حمایت قطعی یک مقدار مردم بهره‌مند هسته و یک تیف بزرگی از مردم را حمایت میکنه. و گذشته از او، اگر شما در ساختار و تندیس نظام کمونی اگر توجه کنید، تعمق کنید، در ساختار دولت تو کادرهای حزب اسلامی هستند که با قدرت مصروف کار و تلاش هستند. اما شکی نیست که یک تعداد کسایی که از حزب اسلامی به اصطلاح تا بانز نتونستند که در پهلوی دولت جذب شوند و با نوی احزن ها یا در پاکستان هستند یا خارج هستند، من فکر را میکنم که در جهت تعیین و تثبیت قضایا در آینده بسیار زیاد نقش قابل توجه داشته باشند. اما به ارتباط مشکلات آینده، اگر ما خواسته باشیم که مشکلات از ریشه در جهت حل شرکت کنیم، تصمیم بگیریم، شکی نیست که اون قسم که روند گفتگو با دیگر جناها، با دیگر تنظیم ها بسیار زیاد مفید هست و به نفع مردم افغانستان هست. با حزب اسلامی هم این حیث یک جناهی که درگیر قضای افغانستان هست، روند گفتگو یک امری حتمی هست، به نفع در افغانستان هست و خدا کنه که حزب اسلامی با توجه به درس هایی که از تاریخ گذشته در آینده با یک نوع دیدگاه ابتکار خلاقت در مسائل دیدگاهش تعدیل کنه. تشکر. آقای زدران، حزب اسلامی در تعاملات سیاسی و نظامی کشور کدام جایگاه را از آن خود کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زید افغان نیوز لیدونکو اوریدونکو او کارکونکو ته احترامات کوم. ستاسو د سوال په جواب کې حزب اسلامي په اعلان په دولت کې زیات چوکۍ زیات شان لاسر وړي دي. په لهذا هم په نظامي کې او هم په ملکي کې راوړي دي شته. لکه حضرت معرف د امثال داس نور وزارتونه، لکه ارغندوال صاحب داس نور دلته شته دی، ولیان هم لري او په نظامي کې هم لري. لکن دلته د حزب اسلامي یوه اندازه مشکلات شته، چې هغه مشکلات دغه دي چې ده نفته پوښتنه وکړي چې تاسو د حزب اسلامي اعضای غړي او حزب اسلامي پر وابسته یې، دی وایي نه موږ مستقل کار کوو، موږ مستقل کار کوو دی وایي. او دلته موږ وینو چې د حزب اسلامي غړي دي او ته یې وایي جهاد یې کړی دی.
د افغانستان بشنده دي افغانان دي په ددرې لسیزې کې زیاته قرباني ورکړې دي واقعي یو حزب او حزب دی نو اوس حزب اسلامي که چېرې وغواړي چې په حقیقت واقعیت کې د خپل مسؤلیت ځان لرې کړي و آهنده دې جمعیې ته ټولنې ته افغانانو ته او جهان ته په ثبوت ورسوي دی دو داسې یو کار رامخته کړي که کوز دي کفاس دي ټول د په یوه خوله په یو عهد پیمان د افغانستان په سوله په جوړه کې کوشش وکړي داسې سوله کې نه لکه فعلا چې دولت نارې وایي چې دا سوله دې راشي دلته په افغانستان کې دې وشي امریکایان نارې وایي چې په عربي کې دلته جوړه شي طالبان وایي دلته راشي دلته درې مشکلات لري درې سره مشکلات به زه په لاس کړم اول خو طالبان خوراکیان اسیر دي بندیان دي پاکستان کې داسې بندیان دي که په ځان طالب خلاص وي په عامل هلته اجنبي بندي دی ولی آیا حزب اسلامي و رهبری حزب اسلامي چنین مشخصه را نداره با در نظر داشتین که رهبری حزب اسلامي شخص گلبدین حکمتیار نیز در خارج از افغانستان زندگی میکنه د رهبری د حزب اسلامي مشر بیشتر چې دی افغانستان په خارج کې زندگی کوي اما زه اوس من حیث اوس من یی پر عبر سره باندې غږ کوم چې ستا دی نوم دلته استفاده کوي چې موږ د حزب اسلامي غړي چوکۍ پوستونه پیدا کړی دي د حزب اسلامي دی نوم نه اما په تا پورې وبسته دي ته باید اوس داسې یو کار وکړې چې دغه هغه ټول سره یو شی په یو عهد پیمان د افغانستان د سولې د پیغام راواخلئ پس چرا چنین کار را نمیکنند دا کار تر اوسه زه د دا مشخص کولو په دې اساس نشم چې په هېڅ کې نقص نشته کیدای شي په هېڅ بعضې داسې اشخاص وي چې خودپسند وي خودغرض وي شخصي اغراضو باندې دلته چوکۍ قبول کړې وي داسې کسان کیدای شي چې د هېڅ ته وفادار وي هېڅ ته وفادار وي اوس وړمه ورځ لکه پخپل غیرت بهیر چې دلته راغلی و د امریکایانو سره یې ولیده غیرت بهیر زه پېژنم د نږدې نه یې پېژنم حتی زه غیرت بهیر ډېر نږدې کلیوالي سره دی د ارګون د خروټې زه زادران یم او د غیرت بهیر د انجینر صاحب حکمتیار زه هم دی زوم یم دی دی چې راغلی و دی باید باصلاحیته راشي دی باید پر قوته راشي آیا چنین صلاحیت و چنین قوت را غیرت بهیر نداشت با در نظر داشتین که نماینده حزب اسلامی بود و با مقامات دولت افغانستان و مقامات امریکایی در افغانستان دیدار را گفتگو کرد؟ طبعا در شخص صلاحیت بر سره بی در چه نوی بیه نر علیگا با شما از چه نوی؟ زو در اشاره چه ما وکلا ما پده حساس وکلا چه در به صلاحیت پده رکم راشی چه در دخپل مسئولیت چه نن دی ناتو کواهو تا امریکایان تا مخته که خوده چه مو غواره چه سوله وکو بله دخپل مسئولیت ده هز مسئولیت یو اندازه رفک لکن یو اندازه پاتې دی رفع ده سره پکه چې ټول جهان ته پوغوت کړ چې موږ حزبیان سوله ته حاضر یو اما دای غواړي سوله وشي او پاتې بیا حساس پاتې دی چې دغه حزبیان چې دلته دي هغه حزبیان په خارج کې دي باید دی یو دسی یو لاسی د څنګه چې یو لاسی یو خبر وکي یو مشکلات شته دی حق لري هم که طالب دی هم که حزب اسلامي دی دوی د کوم شان اوس جهانیان ته پیشنهاد کوي یا افغانان ته پیشنهاد کوي د افغانستان دولت هم داسې نه کوي چې په دې باندې لاس پرې وتړي چې راشئ دلته موږ څه وایي تاسو ومنئ نه دغه خلکو چې د دېرش کاله زحمت ایستلی څلوېښت کاله زحمت ایستلی تابند څه به لري په زړه کې تشکرارزو به لري باید د دې ارزو مدې نظر ونیسي تشکر آقای معتاج گفته میشود حزب اسلامي به خاطر ازی در پروسه گفتگو با دولت افغانستان و امریکا شامل شد که خود را در انزوا احساس کرد با در نظر داشتین که در یه اواخر یا در یک یا دو سال اخیر طالبا با امریکا در خطر گفتگو میکنند آیا واقعا چنین چیزی داره که حزب اسلامی در انزوا قرار گرفته بود و از این خاطر خواست با دولت افغانستان و امریکایی ها در افغانستان گفتگو کنه اگر ما روند رویدادها را در بعد نظامی در سال 2011 با یک دیدگاه نظامی و سیاسی مورد بررسی قرار بدیم در جریان سال 2011 عملیات به کلی تشدید یافته بود در اکثر نقاط افغانستان و سال 2011 هم یک سال نگران کننده سال سخت سالی پر از فراز و فرود بر هم در نیروهای افغان بود و هم برای نیروهای ناتو بود از جریان از رویدادها با سادگی آشکار بود که در عقب از این تشددات به واسطه اقدامات نظامی شدید حتما بعضی ملاحظات و بعضی اقدامات سیاسی هم هست مثلا من ببینید زمانی که ما میخواهیم به یک بازی بزرگ دست بزنیم قبل از اینکه بریم طرف میز مذاکرات، طرف میز تفاهم، طرف میز گفتگو یک بار قدرت و پتانسیل و حجم توانایی فیزیکی خود تثبیت میکنیم برای جنایی که در مناجعه با ما درگیر هست لحاظا در جریان یک سالی که گذشت هم قوای ناتو هم دولت افغانستان در اکثر نقاط افغانستان بسیار به شدت درگیر بودن هم با طالبان و هم با حزب اسلامی در جایی که حضور و نفوذ دارند و در همین جریان یک سال افزون بر اینکه روند جنگ و اختناق و درگیری با شدت جریان داشت
بیشتر از 9 ماه الا 10 ماه میشه که روند گفتگو و تفاهم هم با حزب اسلامی و هم با جنای طالبان در داخل افغانستان و بیرون افغانستان به شدت جریان داشته که امیر روند تفاهم میان حزب اسلامی و طالبان با دولت ببخشید با آمریکایی ها باعث ازی شد که یک مقدار پاکستان خود در قضای منطقه تقریبا حالت وسواس و استراب گپورا متوجه خود دید و دید که اگر واقعا معامله صورت بگیره بین طالبان و حزب اسلامی با آمریکا بالاخره نقش پاکستان در منطقه تقریبا نقش پاسیف معلوم می شود و شما باید دارید که یک از اراکین مهم طالبان را که تقریبا معاون ملا عمر بود دزدگیر کردن در پاکستان هم بندیسته لحاظ جریان گفتگو یک جا و همسو با جریان های نظامی در مدت 9 ماه گذشته در افغانستان بوده و امریکایی ها هم به تصور بودن که بعد تناسبی که فشار نظامی بالای مخالف ها وارد شود با من تناسبی ها متقاعد می شوند به گفتگو بنشست الان ای حال تا جایی که ما میبینیم اوضاع را و روند رویدادها را از تا حد دیدگاه هم کشورهای منطقه و هم مردم افغانستان و هم مخالفه و طالبان آماده برای یک گفتگوی مثبت گفتگویی که به نتیجه هدف هم رسانه مردم افغانستان هستند ولی آنچه که من هیچ یک پدیده نامشخص و مجهول تا بانس هستند مسئله مدیریتی از این گفتگو هست که در این گفتگو فرضاً امریکایی ها خو قرار هست که تحفیز کنن مالکیت از گفتگو را مالکیت از یه تفاهم به دولت افغانستان و کسایی که در رأس تصدی تفاهم گفتگو قرار میگیرن با مخالفا چقدر از منطقه از شرایط از مشکلات و از اصل منازعه تعریف دارن تا بر موی نظر داشت تعریفی که از مشکلات دارن بر اون طرفی حل مشکلات و حل مسائل در افغانستان هست بله آقای مطلب چه فکر میکنید آقای دولت افغانستان چنین کادرهایی دارد که به خاطر آوردن صلح ثبات در افغانستان از او استفاده کنند با در نظر داشتین که با در نظر داشت پروسه‌ای که دولت افغانستان قبلا آغاز کرده بود که شورای عالی صلح بله اگر ما اصلی پاسخ شما را وام بگیریم از جریان کار و تحرک و تلاش شورای صلح افغانستان واقعا متاسف در جریان زمانی که شورای صلح تصمیم شد و نتونسته که با بسیار جد ابتکار و قطعیت در جهتی همار ساختن یک روند گفتگو با مخالفا اقدامات مثبت انجام بده اما اگر دولت از یک زاویه دیگه و از یک دید دیگه و از یک رویکرد دیگه استفاده کنه که واقعا کسایی که در رأس تصدی از مدیریت قرار میگیرن از مشکلات کشورهای منطقه قرائت داشته باشن از مشکلات افغانستان بسیار زیاد پاسخ منطقی داشته باشن قرائت و درد داشته باشن میشه که با یک نوع ابتکار و اینیشیاتیو و خلاقیت در جهت حل مشکلات حرکت کنن اما اگر ما خواسته باشیم که مشکلاتی نبا با پاسخهای کهنه و کلاسیک به اصطلاح پاسخی را کنیم ما فکر نمیکنم که مشکلات ما راه به طرف جاده امنیت بره. آقای موتا شما چی فکر میکنید؟ آیا دولت افغانستان با استفاده از مهره های جدید میخواهد وارد پروسه مذاکره صلح شود مذاکره و صلح شود تا اینکه با استفاده از مهره هایی که سابقا هم استفاده کرده بود؟ ببین اگر ما اگر مثلا من وقتی که در یک پروژه ما با یک مقدار شکست و مشکلات و بی هدفی مواجه میشیم به خاطر که یک انگیزه شو در پروژه ما نیاز داریم به یک کادر تخصصی به یک کادر فنی به یک کادری که حداقل با یک انگیزه اینو در جهت تعدیل و چنج مدیریت اقدامات مثبت انجام بده من پیشتر خدمت شما عرض کردم که اگر واقعا دولت بخواد که مشکلاتی نبا با پاسخهای کهنه به اصطلاح پاسخ ارائه کنه سو مشکل هست که ما به منزله مقصود داشتیم تشکر آقای زدران برای نخستین بار امریکایی ها قبول کردند که با حزب اسلامی دیدار گفتگو کردند حال سوال اینجا مطرح می شود که روی چه دلایل امریکایی ها حاضر شده که با هیئت حزب اسلامی در افغانستان دیدار گفتگو کنند امریکایان په دې سبب د اولین ځل لپاره د حاضر شون چې د دې کوم ماموریت په افغانستان کې و د لسکلي زیپوره شو دا کوم ماموریت چې اثر تر رسیدلی دی دوز غواړي دي سار نه دی نو ګام را وچات کی حزب اسلامي ته مرجه وکړه طالب ته وکړه اما اوس دلته خبره ده په دې کې حزب اسلامي طالب امریکا دوی خو خپل مسؤلیت را واخیسته امریکا نارې وکړه چې زه اوس په عربي کې ناست یم دفتر خلاصوم چې جوړه وشي او حزب اسلامي راغی چې زه معذر یم طالب هم وایي اوس مسؤلیت افغانستان دولت ته راجع دی دولت داس مسولیت راجی دی دولت داس مسولیت راجی دی چې افغانستان باید هغه موري هغه کټګوري راوخلي چې په دې باندې سولې کیږي نو دلته د سولې په جرګه کې هغه خلک دي چې د حزب اسلامي سره 15000 نفر وژل دي دولت افغانستان اجازه خواهد شد که استفاده کنه یو نو ونه اجازه راکړي په دې سولې جرګه کې داس نفر دي چې طالب وژل دي حزب اسلامي وژل دي حزب اسلامي دي وژل دي طالبان دي وژل دي ابد دوه مدایان نشي سره جوړ دی دا باید داسې وشي چې په تاجک هغه اشخاص وي چې لاس په وینه سره نیوي
پس ازره که هغه اشخاص وي چې خلک بد نه تروري په پښتنو که هغه اشخاص وي چې په دې باندې ولس سره ټول کار وکړي دوی خو نن هغه اشخاص سره ټول کړي دي خاطر دي پیسې تا ولید من ولید د خاطر دي وس تیرولو چې بیا دې د ما په نارې وایي چې موږ د سولې جر ته تر اوسه تا کوم پایلې کړې په دا یو کال کې ګور په دې جرګه خو زه اوس دلته ناستیم کوم کار یې کړی دی کوم ځای ته دې تللی دي چا سره ناست دي چا سره یې خبرې کړې دي آیا په دې د سولې په جرګه کې تاسو داسې نفر وینئ چې په دې باندې ګلبدین اعتماد وکړي چې زه راشم نه داسې نفر پکې وینئ چې په دې باندې ملا عمر اعتماد وکړي چې راشم نه بس څه فکر مې کړی داسې وایم چې دولت چې تر څو په دغه د سولې په جرګه کې د سر نه واقعي افغانان صحنې ته راونو بس ترمیم یې نه کړي په حقیقت واقعیت کې ګورې امریکا خپل مسؤلیت خلاص کړه طالب خپل مسؤلیت خلاص کړه حزب اسلامي خپل مسؤلیت خلاص مسؤلیت شخصا اوس افغانستان ته راځي په افغانستان کې چا ته راځي مطلق رئیس جمهور ته چې واکمن دی مسؤلیت ده ته راځي دی رئیس جمهور باید داسې مسؤلیت صحنې ته راوباسي په شخصي اغراض په شخصي عنادو چې دی محصره دی هغه کړي چې محصره دا کړي د ماته کړي عادی لریکی والا رئیس جمهور افغانستان چنین توانایی دارد طبعا با در نظر داشت 10 سالی که گذشت البته تجربه 10 سالی که دیدو چو دلس کلونه تجربه مو ټول حاصل کړی دای سبایی و خبره کیو مزګر بلکی دلایل پدې خبره ده د په خپل ډیر صادق مسلمان سره دی په لحاظ دې 10 مشاورین دي چې ارګز نه غوړي چې دای کار وکي افغانستان جوړه ته ورسیږي یی د په مشاورین کې پاکستانیان شته یی د په مشاورین کې ایرانیان شته یی د په مشاورین کې جاپانیان شته یی د په مشاورین کې هندیان شته یی د په مشاورین یعنی د جهان به داس مملکت نیوي داسې مملکت بنوي چې د سره یو مشاور ونه لري نو د افغانستان معلومه شدیده چې دغه کار دې نش کولای د هلته کولای شي چې دای د خپل قدرت نه د خپل صلاحیت نه کدا وای چې زموږ ملت وکی ټاکل لري جمهور یم منتخب لري جمهور یم نو صلاحیت نه کار واخلي کدا مو در 10 سال کې گذشته صلاحیت خود استفاده نکرد تا بل اخر در افغانستان صلح و ثبات تضمین میشد البته رئیس جمهور تاسو خپل فکر وکي لاس کله کې چې دم ما زاس کوم چې د مشاورین خارجان دي د ما په خبره کې نه پاکستانیان مرشي ولی وکړو نه مشاورین اجازه راکړه اوس درځم ته د استفاده فن نه کړی پرونه غسل روس نه پر پاکستانیان دي ما په خبره کې مرشي کوه پاکستان کې مرشو او چې دنیا ته نیغ نیغ ورده د ما د ورځ لس زره نفر مې څوک پوښتنه نه کوي هلته دی راغلی تجاوز کړی ما په خاوره کې مړم دی ناتو ویشتلی یم دی په ثبوت رسېدلی دی او دی داسې نه شي ورته وویل چې ته څه کوې د ما په خاوره کې داخل شوی په دې نن تکت کې چې ده سره دی اووه څلوېښت خارجي مملکتونه ورسره دي د دې نه معلومه شوه دی نه غواړي چې دا کار وشي که غواړي نو د رئیس جمهور د پاره دا پیشنهاد لرم من حیث یو سپین ږیري که دی په حقیقت واقعیت که غواړي دغه نفر چې په ده راتاو شوي دي دغله دا د صحنې نه لرې کړي خدای دې وکړي چې افغان وي اسلام ته وفادار وي خاور ته وفادار وي دین ته وفادار وي امنیت ته ارزیابي پازه دی نه وي یو غوږ دی نه وي ازارانه یندو دی وي مقصد چې د خاور ته کار وکړي پښتونه ازبک دی وي چې د خاور ته کار وکړي نه داسې لکه د بعض مشاورین چې په خپل سر روان دي که دی رئیس جمهور وایي بالفرض د خپل قوت نه کار اخیستی د ده سر اعلی رئیس ارکان په خپل سر چېرته ځي خو د دې نه معلومه شوه دا یو کار هم نه کوي تشکر آقای عزتالله بر شما برمیگردیم آقای معتاج تحلیل شما از پروسه‌ای که حزب اسلامی افغانستان یا گلبدین حکمتیار شروع کرده چی است که از یک طرف میخواهد با دولت افغانستان آمریکا یا گفتگو کند از طرف دیگر تعداد از اعضای حزب اسلامی نیز در دولت کنونی افغانستان جا دارد یا فعالیت میکند و تعداد دیگرش در مقابل دولت افغانستان ناتو میجنگد تحلیل شما از این پروسه چی است که حزب اسلامی آغاز کرده هرچند مواد و مفاهیمی که بین دولت به حزب اسلامی پیرامونشان گفتگو و تفاهم و بحث صورت گرفته تا به نظر طریق رسانه ها آشکار نشدن ولی آنچه که برای همه مردم افغانستان آشکار هسته حزب اسلامی معمولا در مذاکرات نو اشتراک میکنه ولی محتوای گفتگوهایش همیش وقت کلاسیک و کهنه هستند اگر شما تری زمی گفتگوهای توجه کرده باشه یک از خواستهایش بود که نیروهای خارجی افغانستان خارج شود توم خواستش این بود که ما میریم طرف انتخابات و همین قسم گپو که گپو تقریبا گپو کهنه سن گپو کلاسیک سن گپو سن که حزب اسلامی بارهای گپو را تکرار کرده برای مردم افغانستان اما آن چیزی که میخواست برای مردم افغانستان برای جامعه جهانی با نحو از آنها تلقین کنه و من حیث یک حقیقت بفهمان این است که او میخواد برای دنیا و مردم افغانستان بفهمان که اسلامی به حیث یک واقع در افغانستان حضور داره و در هر تصمیم و مصلحت سیاسی که دیگه جناهای داخل میخوان به یک اقدام قطعی دست بزنن حزب اسلامی هم نهیس یک جنای زیده خلق باید در او شریک باشه و این مذاکرات هم کتاب در واقع هیچ چیزی نبود در این مذاکرات نبود ولی آیا فعلا اعضایی که در دولت نه. افغانستان جا دارن یا فعالیت میکنن اینها نمایندگی از حزب اسلامی نمیکنن با در نظر حزب گلبدین حکمتیار در خارج زندگی میکنن حزب اسلامی شما که تاریخی
سیاسی را مطالعه کرده باشید در جریان بیشتر از 13 14 موجودیتش همیشه وقت با توجه به سلیقه منفی یا به سلیقه خاصی که در رهبری داشته با یک مقدار افتخایزه های اداری در داخل حزب موجود بوده که ما بارها شاهد اخراج یک تیپ بزرگ از حزب اسلامی بودیم فضلا در زمانی که در پاکستان هم یا حضور داشتن در او زمان هم چندین بار ما شاهد اخراج بسیار افراد مطرح از حزب اسلامی بودیم ولی در زمان هم در جنگ هایی که در کابل بود در او زمان هم یک بخش حزب اسلامی در بوجود اسلامی عملا نمی جنگیدن عملا در پهلوی دولت بودن یا در خارج بودن و بعد از حکومت آقای کرزی هم واقعا یک تیفی بزرگ که نسبت به روند جنگ باور نداشت نسبت به روند جنگ اعتقاد و فکر نداشت و فکر میکرد که جنگ در افغانستان تداومش باعث بیابودی افغانستان هسته و آمدن با دولت و تقریبا با یک تشریک مساعی صادقانه یک مقدار با دولت همکار شدن لحاظ شکلی است که از نگاه سمپاتی بودن یک مقدار رابطه مرموز و رابطه به اصطلاح مخفی با حزب اسلامی دارن اما از نگاه سازمانی شکی نیست که رابطه از جا با حزب اسلامی قطع هسته و یا از خود اهداف دارن برنامه دارن اما ممکن هست که با توجه به سابقه که در حزب اسلامی دارن تا یک حد سمپاتی حزب اسلامی باشن تشکر آقای زدران قسمی که دیده می شود موازه حزب اسلامی به طور مستمر یا دوامدار تغییر می کند و حالا حزب اسلامی می خواهد که تغییر در قانون اساسی افغانستان و اصلاحات در دولت افغانستان بیاید هدف از تغییر در قانون اساسی و اصلاحات در افغانستان از دیدگاه شما چی است خلاص خبر دغه د یو حزب اسلامی نه دی دغه و حزب پاکستان اته حزب چې د ایران راغلی دی نیم په دولت کې دی نیم د بهر دی دا یو سیاسي پرابلم دی دا سیاسي بازیشه دی مابین د غرزول په دې کې خپل سیاسي کار کوي شاته بدران چې څوک ولر د هدایت ور کوي وای څوک د دروازه نه باندې ولاړ وسی څوک دین نه کار کوي ته نه حزب اسلامی نه دی جمعیت شما با اجازه راستن که حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار نمایندگی از مردم و افغانستان نمیکنه من قضا داشته سخنان اجازه را شما که اجازه را که در حکم حزب اسلامی دلته چې درغلی دی دا غوایي چې موږ مستقل یو بله هغه غوایي چې د افغانستان د خلک نه نمایندګي کوم حقیقت نمایندګي کوي د د جهاد د د قهرمانی د د کار بلایا واقعا مستقل هستن هغه بله ام مستقل دی اما دا مشکوک دی دا مشکوک دی یو د حزب اسلامي نه ده جمعیت وګوره دلته سبا په دولت سره کار کوي مازیګر په اپوزیشن کې ولر دی هغه د محقق دی وګوره سبا دولت سره کار کوي مختار په اپوزیشن کې ولر دی دا ټول یو پرابلم دی دا مسله بهرنۍ مسله ده په افغانانو تپل شوې ده اوس د افغانانو د فرصت په کار دی خلاصه که بهرنۍ افغانان دي ځانده باید وپېژني که داخل کې دي ځانده وپېژني چې سره باندې وشو سره باندې کې دي چا د لاس اعلی شو نن موږ د بل دس پاک یو د جهان ور راغی د ما په کور کې توی شوی دی د جهان مرز راغله دلته ما په کور اول تاسو وګورئ ناری وای چې موږ اتیا میلیارد سل میلیارد ډالر دلته مصرف کړی دي اما چې خار ته زه تاسو ولېږم جناب استاد ولېږم د دوه میلیارد کار په ټول افغانستان کې نه دی شوی نو دا څه چل دی دا پاکت میدان ګرم ساتلی دی او دا ګرم چا ساتلی دی خارجان د چا په وجود کې د احمد محمود ګلبدین ډیر اوچت کده مخسته دی زه من حیث یو سپین ګیری مشر ور ورته وایم چې ور خپل ګام دره اوچت کا طالب ته وایم چې را اوچت کا ولی شرایط شرایط سابقه است آفرین شرایط سابقه دی درسته ده ما مخکې ارزو کوم چې سابقه شرایط چې پاک کوم نقاط دی قانون د منل د اسلامیت وړ وي هغه دی چې کوم نور عاد په کې داخل شي چې کوم دلته اوس ګوري عجب زه سوال کومه ګلبدین حق په جانب دی و سوال د تاسو خپل قانون اساسي مطالعه کړی دی ستا په قانون اساسي کې پکه جعفریم ده پکه حنفیم ده خدا نه کرده زه شیعه ته سنی زه وایم د مصر په جعفری فیصله وکړه او ته وایې په حنفی فیصله وکړه زه حنفی نه منم ته جعفری نه منم مجبور یم دواړه يهودیا ته لاړ شو کار په داس کار کړی دولت هم چې والله ته ټول د مصر کار تشکر تشکر آقای زادران تشکر آقای منتج از حضورتان در برنامه شکر است لطفتان از بینندگان محترم تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بر لایک تا می‌سپارم